انفجار یک رشته بمبگذاری در مسیر کاروان زائران در شرق بغداد 3 نفر کشته و بیش از 10 تن دیگر زخمی شدند. مقام های نظامی در عراق می گویند که این بمبها در فاصله های زمانی در شرق بغداد رخ داده است. در یک حادثه دیگر بر اثر پرتاب بمب 5 نفر زخمی شدند. قیام عاشورا به رهبری امام حسین نواده رسول خدا صفحه همیشه باز تاریخ است. 1400 سال پس از حادثه عاشورا اندیشمندان و صاحب نظران مسلمان و غیر مسلمان در مورد عاشورا سخن گفتند. سلیم شفیق در این گزارش دیدگاه های اندیشمندان بزرگ جهان در مورد قیام عاشورا را گردآوری کرده است. امام حسین یکی از شخصیت های جهان است که اندیشمندان عالم بشریت از هر دین و مذهب دلبستگی خود را به آن حضرت نشان دادند. شخصیتی که به جهان اسلام محدود نمانده و اندیشمندان غیر مسلمان را نیز مجذوب خود کرده است، امری که کمتر در جهان اتفاق افتاده است. چارلز دیکنز نویسنده بریتانیایی در مورد قیام عاشورا گفته است که فداکاری امام حسین برای اسلام بود. آقای دیکنز حضور خواهران، کودکان و خانواده امام حسین در حادثه کربلا را دلیل خوانده است که نواده رسول خدا برای خواستهای دنیوی قیام نکرده بود. توماس کارلایل یکی دیگر از اندیشمندان غربی است که پیروزی امام حسین در تاریخ را نشانه از ایمان او به خدا خوانده است. کارلایل با اشاره به قیام عاشورا گفته است که حسین با قیام خود روشن کرد در جایی که حق و باطل روبرو می شوند شمار سپاهیان اهمیت ندارد و پیروزی حسین با سپاه کم جای شگفتی است. در شرق مهاتما گاندی رهبر آزادی هندوستان در روزگاری که کشورش مستعمره بریتانیا بود پیروی از امام حسین را رمز پیروزی هند خوانده بود. محمد علی جناح که روزی در کنار گاندی مبارز راه آزادی هند بود نیز شهامت و فداکاری امام حسین را در جهان بی‌نظیر خواند. علی شریعتی اندیشمند قرن 20 کسی که معلم انقلاب اسلامی لقب گرفت میگوید که شهادت هنر مردان خداست. چنانچه خوب زیستن هنر مردان الهی است، خوب مردن نیست هنر است که در مرحله نخست شهدا آن را به ارث میبرند. افغانستان ما کشور است که پیروان همه مذاهب اسلامی در کنار هم مسالمت آمیز از ایام شهادت امام حسین و یارانش تجلیل میکنند. حسین دایفولادی از محققان و نویسندگان این مرز و بوم از کسانی است که در مورد عاشورا سخن گفته است. دایفولادی میگوید که عاشورا سخن است، عاشورا اندیشه است، عاشورا شعور است، عاشورا آگاهی است، عاشورا اعتقاد است و عاشورا ایمان است. به عقیده دایفولادی عاشورا الگویی از قدرت انسان است، عاشورا درس بزرگ انسان است، عاشورا پیامی از اراده انسان است و عاشورا نمونه ای از آزادی انسان است. دایفولادی شهادت امام حسین را یک درد می خواند، دردی که به گفته او به گونه خون در سیمای بیرحم تاریخ نقش بست و ابدی شد. آشیه بنت شاتی مصری از دیگر اندیشمندان است که در مورد قیام امام حسین سخن گفته است. بنت شاتی اما نقش زینب خواهر امام حسین را با پیام رسانی در پیروزی این قیام مؤثر خوانده است. در ادامه برنامه باز هم از محرم و عاشورا گزارش خواهیم داشت. در اثر انفجار بمب در منطقه صده پاکستان یک مقام محلی همراه با 5 عضو خانواده‌اش کشته شد. مقام‌های نظامی پاکستان تأیید کردند که بمب در خانه سرفراز صدیقی جاسازی شده بود. آقای صدیقی رهبری یک گروه مسلح که بر ضد طالبان می‌جنگید را بر عهده داشت. انفجار زمانی صورت گرفت که سرفراز صدیقی در منزلش بود. گزارش شده که در این حادثه 4 فرزند و خانم این مقام محلی نیز کشته شدند. صدیقی از مقام‌های محلی دولت پاکستان در منطقه صده واقع در شمال غرب این کشور بود. آقای صدیقی همواره با جنگجویان محلی مربوط به گروه طالبان درگیر بوده است. منطقه صده که اغلب قبیله نشین است در نزدیک مرز با افغانستان قرار دارد و به گفته منابع اطلاعاتی پاکستان طالبان برای ورود به افغانستان از این منطقه مرزی استفاده می کنند. تا کنون هیچ گروه مسئولیت این حمله را به عهده نگرفته است، اما مقام های امنیتی پاکستان این حمله را به شبه نظامیان طالب نسبت دادند. گروه پاکستان در ماه های اخیر حملات شدید را علیه گروه طالبان برانداخته است.
گزارش شده که در این حملات صدها طالب کشته شدند. نعیم الله خان از دیگر مقام‌های محلی در منطقه صدای پاکستان کشته شدن صدیقی را واکنش طالبان به عملیات نظامی اردو علیه این گروه خواندند. او همچنین گفته است از دو بعد این سو شمار زیادی از مقامات دولتی پاکستان در این منطقه را بوده شدند. در آخرین حمله انتحاری در شهر کراچی پاکستان که روز گذشته رخ داد 19 تن کشته شدند. از عاشورا و محرم گفتیم، اما نقشی را که پلیس و اردوی ملی در این روز بازی کردند شاید برای شما مبهم باشد، اما مراسم روز عاشورا در فضای کاملا امن در کشور برگزار شد. بیشتر مقام ها در وزارت داخله گفته بودند که هزاران مأمور پلیس برای تأمین امنیت در کابل و ولسوالی های اطراف آن مستقر کردند. آنطوری که عزیز مبشر در گزارش خود میگوید مقام های امنیتی کشور از همکاری متقابل عزاداران در این روزها راضی به نظر می رسند. امروز شهر کابل حال و هوای دیگری داشت. چهره این شهر رنگ ماتم به خود گرفته بود. هیچ کس نبود که نداند امروز چه خبر است. عاشورا. امروز روز عاشوراست. روز که امام حسین شهید شد. روز عاشوراست که روز بسیار پر افتخار برای مسلمان ها است. این وضع در بیشتر مناطق شهر کابل به چشم می‌خورد. فعالیت های روزانه مردم در بازار، ادارات دولتی و خصوصی تعطیل بود. همه به نحوی در تجلیل از محرم و عاشورا سهم گرفته بودند. در این میان سهم نیروهای امنیتی در کابل نیز کمتر از دیگران نبود. آنچنان که مقام های امنیتی در کابل میگویند بیش از 10000 مامور پلیس در کابل و ولسوالی های اطراف آن از همان روزهای نخست محرم مستقر شدند. ما تدابیر کامل در نقاط مختلف کابل در سرتاسر 16 حوزه پلیس و 14 ولسوالی خود ما اتخاذ کردیم که ملکه در روز گذشته مردم توانستند در این مراسم همه اشتراک بکنند. به اتفاق تقریبا در حدود 10000 نفر از پلیس کابل و علاوه از او در حدود 5 الی 6000 نفر از پلیسی را که ما از دیگه جای کمکی خواستیم اینا هم در این مراسم خطی ما کمک کردند. به نظر می رسد مقام های امنیتی کابل به اهداف فراتر از تامین امنیت نیز می اندیشند. ما کوشش خواه کردیم و جان خواه دادیم تا این روز پر عظمت و پر عظمت تر تجلیل کنیم. آقای سیدزاده گفت مردم و کسانی که در برگزاری محافل عزاداری مسئولیت داشتند بیش از حد انتظار آنان با نیروهای امنیتی همکاری کردند. در همین حال باشندگان کابل نیز از تلاش‌های ماموران امنیتی برای تأمین امنیت شهر کابل در ایام عاشورا خرسندند. 24 ساعت تمام پرسنل ما، آمر اوزه ما، آمر جنه ما، خود ما در صحاب دیم قطع تمام پرسنل. برای راضی هستیم از پلیس خود، از امنیت خود، از اردوی خود راضی هستیم که شب و روز خود برای عزاداران حسینه صرف میکنند. شاید این تلاش های ماموران امنیتی بود که باشندگان کابل، اعم از مرد و زن، کوچک و بزرگ، اقوام و مذاهب مختلف از خانه هایشان بیرون شده بودند تا در این روز حداقل با حضورشان در مجالس عزاداری سهم خیش را داشته باشند. این تصاویر می‌رساند که باشندگان کابل با توجه به تدابیری که از سوی نهادهای امنیتی روی دست گرفته شده بود، کوچکترین نگرانی هم در شرکت به محافل عزاداری نداشتند. گزارش‌ها حاکی است که روزهای محرم در سراسر کشور در فضای امن برگزار شده است. امروز همه راه‌ها به مساجد، تکیه‌خانه‌ها و زیارتگاه‌ها منتهی می‌شد. همه می‌رفتند که از عاشورا تجلیل کنند. تا نهضت را که در 1400 سال پیش ثبت تاریخ شده است سینه به سینه به نسل های پس از خود منتقل کنند. و اما در ایران این روز با درگیری های همراه بود. از ایران گزارش شده است که امروز در چند شهر این کشور درگیری های بین معترضان و پلیس صورت گرفته است. گزارش های تایید نشده حاکی است که در این درگیری ها حداقل 4 تن از معترضان کشته شدند. شاهدان عینی به خبرنگاران در تهران گفتند که شماری از زیادی نیز در این درگیری ها زخمی شدند که تا هنوز رقم دقیق آن معلوم نیست.